تورم افسارگسیخته در ایران و افزایش روزافزون قیمت کالاها به ویژه مواد غذایی سبد خرید بخش بزرگی از شهروندان را هر روز کوچکتر می‌کند و سفره‌هایشان را خالی‌تر. و آنطور که از صحبت‌های مسئولان حکومتی پیداست، دولت راهکار یا برنامه اساسی برای بهبود وضعیت معیشت مردم ندارد. در همین زمینه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از ادامه پرداخت یارانه، کمک هزینه و کالابرد در سال آینده خبر داد، در حالی که شهروندان میگویند اینها کمک چندانی به کاهش فشارهای سنگین اقتصادی نمی کند. سولت مرتضوی وزیر کار اعلام کرد میزان یارانه تشویقی که دهک 1 تا 7 جامعه دریافت می کنند از 120 هزار تومان به 220 هزار تومان افزایش یافته. بنا شد که به مدت 3 ماه از دهم بهمن تا انشاءالله ده اردیبهشت سال آینده یارانه تشویقی برای دریافت 11 تن از کالایی که فهرستش از طریق رسانه‌ها به 3000 مردم رسیده است از مبلغ 120 هزار تومان به مبلغ 120 هزار تومان. اما روایت شهروندان هاکیست که این 220 هزار تومان را به طور کامل دریافت نکردند و دولت فقط بخشی از آن را پرداخت میکند. اگه برید خرید کنید، اومدیم خرید کردیم، میگن هیچی تعلق نمیگیره، 56 هزار تومان تعلق میگیره، 220 هزار تومان همه دروغه، کلا میزنه سر مردم، به خاطر رای مردم میکشن اینجا. ما اومدیم با یارانه 220 هزار تومانی که دولت گفته بود بدون هیچ پیش شرطی میدونید خرید کنید، این محصولات رو خرید کردیم فقط واسه اینکه امتحان کنیم ببینیم به چه وضعیتیه. کد به من داده، وارد کرده. از چقدر شد هزینه؟ 314 هزار تومان من خرید کردم. دولت لطف میکنه 17 هزار تومانش رو، 17 و 400ش رو به ما لطف میکنه از یارانه پرداخت. سولت مرتضوی وزیر کار دولت رئیسی همچنین از ادامه این طرح موسوم به فجرانه تا 17 اردیبهشت 1403 خبر داده. اجرای این طرح که از 17 بهمن امسال آغاز شد در حقیقت کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن است. یک سبد خوراکی برای خانوارهای مشمول یارانه که شامل گوشت، مرغ، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم مرغ و حبوبات می شود. طرح ویژه فجرانه است به مناسبت دهه فجر، به مدت 3 ماه به منظور تثبیت قیمت کالاها و کمک به معیشت و سفره مردم طراحی شده است. اما اقتصاددانان میگویند وضعیت معیشتی بحرانی تر از آن است که با این یارانه ها و کالابرگ ها حل شود و همه نشانه ها حاکی از بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ تورم در سال آینده است. مشکلات معیشتی و تأمین هزینه های زندگی در ایران چنان عرصه را برای بخش بزرگی از مردم تنگ کرده که شهرهای مختلف به خصوص در سال جاری صحنه برگزاری تجمعات پرشمار معیشتی از سوی کارگران، فرهنگیان، پرستاران و بازنشستگان بوده. افرادی که میگویند برای تأمین حداقل های زندگی تحت فشارند و خواستهشان دریافت حقوق و دستمزدی متناسب با خط فقر است. خط فقر 20-30 میلیون تومانی که دستمزد اقشار وسیعی از جامعه به مراتب از آن کمتر است و در برنامه ها بودجه دولت برای سال آینده هم چشمانداز امیدوار کنندهی در راستای بهبود این وضعیت دیده نمی شود. مهتاب وحیدی راد، صدای آمریکا.